توی مرحله سرامیک کف و کاشیکاری بدنی دستشویی حمام و آشپزخونه باید شما بدونی چقدر ماسه احتیاج داری، چقدر سیمان احتیاج داری که همونقدر ماسه و سیمان تو بار بزنی و انتقال بدی بیادی توی طبقاتت بریزی که خیلی کم یا خیلی زیاد نیاد. توی این ویدیو کامل در مورد میزان، نحوه محاسبه میزان سیمان و ماسه رو برای کاشیکاری بدنه‌های دستشویی حمام و آشپزخونه و سرامیک کف میخوام بهتون کامل توضیح بدم. خب یک با هم دیگه اینو ببینیم. من یه برگه آماده کردم براتون، محاسبه تقریبی ماسه، وزن ماسه و سیمان مورد نیاز. توی مرحله اول ما باید اول حجم اون ملاته رو به دست بیاریم که حجم ملاته میشه مساحت اون کف یا دیواری که ما داریم ضرب در ضخامت اون ملاته میشه حجم ملات مورد نیاز. مساحت داشتیم که ضرب در 3/3 یعنی 3 سانتی متر می‌کنیم میشه 3.48 متر، یعنی 3.48 متر متر مکعب اینجا نیاز به ملات داریم. حالا باید ملاتی که به دست اومد ما میایم در واقع وزن ماسه و سیمان رو ازش خارج می‌کنیم. توی مرحله دوم باید وزن ماسه و سیمان از ملات بیرون بکشیم. حجم ملات مصرفی رو ضرب در وزن مخصوص ماسه دوبار شور می‌کنیم میشه وزن ماسه مورد نیاز که ما اینجا 3.48 وزن حجم در واقع ملاتمون بود ضرب در 1800 کیلوگرم می‌کنیم میشه 6.264 کیلوگرم. این 1800 کیلوگرم چی بود؟ وزن مخصوص ماسه دوبار شور و خیس هستش، یعنی 1 متر مربع مکعب هستش. 1 متر در 1 متر در ارتفاع 1 متر ماسه رو اگه بخواید وزن کنید، یعنی وزن ماسه تو 1 متر مکعب میشه 1800 کیلوگرم. پس ما 6.264 کیلوگرم نیاز به ماسه داریم. حالا بیاییم سیمانش رو به دست بیاریم. ببین نسبت حجمی 1:5 استفاده میکنیم برای در واقع ملات ماسه سیمان که میخوایم درست بکنیم برای دوقاب و برای کفمون، نسبت 1:5 استفاده میکنیم. یعنی چی؟ بیاید نزدیک الان، یعنی که شما 1 واحد، حالا این واحد میتونه سطل باشه، میتونه بیل باشه، میتونه فرقان باشه، هر چیزی میتونه باشه که مساوی باید باشه. 1 واحد شما که سیمان استفاده میکنی 5 واحد باید در واقع ماسه استفاده بکنی که این بشه نسبت 1:5، یعنی 1 واحد سیمان 5 واحد ماسه را اگه با هم دیگه مخلوط بکنید، آب بهش اضافه بکنید، اون ملاتی به دست میاد که نسبتش میشه 1:5، یعنی 1 واحد به 5، 1 واحد سیمان 5 واحد ماسه. حالا این نسبت حجمیشه به وزنی اگه بخوای حساب کنی میشه 225 کیلوگرم، یعنی توی 1 متر مکعب ملات عمدن 225 کیلوگرم در واقع سیمان مصرف میشه که حجم ملات مصرفی رو ضرب در 225 کیلوگرم بکنیم مقدار سیمان مورد نیازتون هم به دست میاد، یعنی 3.48 ضرب در 225 میشه 783 کیلوگرم. یعنی اگه 783 کیلوگرم رو تقسیم بر 50 کیلوگرم بکنید که وزن هر کیسه سیمان هستش میشه 1566، یعنی عمدن 16 تا کیسه سیمان ما احتیاج داریم برای اینکه کف کامل این واحد رو بیاییم سرامیک بکنیم و 6.264 کیلو، یعنی 6.200 کیلوگرم احتیاج داریم از این ماسه رو برای اینکه بتونیم کامل اینو سرامیک کفمون رو انجامش بدیم. خب حالا وقتی هر یه دونه فرقان تقریبا 70 کیلوگرم ماسه جا میگیره. حالا اگر ماسه اینجا ریختید شما در واقع ندونستید چقدر وزنشه، بیاید کافیه که مساحتش رو به دست بیارید، مساحت تقریبیش مثلا اینجا تقریبا 1 متر در واقع طول هستش، 0.5 متر در واقع عرض داره، 0.5 متر رو ضرب در 1 متر بکنید ضرب در ارتفاع این ماسه که حدودی و تقریبی و میانگینش هست بکنید، یعنی عدد مثلا 50 سانتی متر ارتفاعش، پس 50 سانتی متر رو 0.5 ضرب در 0.5 ارتفاع ضرب در 1 متر بکنید در واقع اون میشه حجم این ماسه. حجمش رو ضرب در 1800 کیلوگرم بکنید دقیقاً وزن این ماسه ای که ما اینجا داریم به دست میاد براتون. و حالا نسبت های حجمی دیگه هم وجود داره، مثلا 1:3 برای 1:3 یا 1:4 برای دیوارچینی ازش استفاده میکنیم. نسبت 1:3 یعنی 360 کیلوگرم سیمان در هر متر مکعب مصرف میشه، نسبت 1:4 یعنی 285 کیلوگرم، نسبت 1:5 هم یعنی 225 کیلوگرم و نسبت 1:6 هم یعنی 200 کیلوگرم، نسبت 1:6 یعنی 200 کیلوگرم سیمان توی هر 1 متر مکعب ملات